الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی، علاقمندان صادرات. صدای بنده را اگر دارید از یکاتون محبت بفرمایید. خب، با ششمین جلسه اصول صادرات در خدمتتون هستیم و امیدوارم تا به اینجای کار از کلاس ها استفاده کرده باشید. امیدوارم هرچه سریعتر استارت صادراتتون رو بزنید و امیدوارم که موفق باشید. قبل از شروع یک بژده رو بهتون بدم که ما تا چند روز آینده لیست جدید کلاس هامون میاد و سرفصل‌هاش رو معرفی میکنیم خدمتتون و خیلی قرار مهیج‌تر بشه، خیلی قرار بهتر بشه کلاس هامون، خیلی قرار آموزش هامون دقیق‌تر و بیشتر بشه که این خیلی به نفع شما و به دردتون میخوره و شما رو کمک میکنه در بحث این که فروش خوبی یاد بگیرید، تجارت بکنید، صادرات بکنید و موفق باشید. اما برسیم به کلاس خودمون. استاد شعبانی کلاس خودشون برگزار میکنن. سوال فعلا جواب نمیدم، لطف کنید سوال نپرسید. برسیم به کلاس خودمون. ما راجع به اهمیت صادرات صحبت کردیم، انتخاب محصول رو اومدیم شرح دادیم و پارامترهاش رو بیان کردیم. موارد مختلفی راجع به برندسازی گفتیم، راجع به اعتمادسازی گفتیم، پاسخگویی رو شرح دادیم خدمتتون. امروز بحث بسیار جذاب و خوبی رو انتخاب کردم براتون، مزایای کار با کشورهای عربی و در کل صادرات به کشورهای عربی رو می‌خوایم امروز راجع بهش صحبت بکنیم. کشورهای بله کلاس ضبط میشه، گفتم سوال نپرسید آخر کلاس جواب بدم سوالاتتون رو. ببینید، کشورهای عربی برای ما راحت تر باهاشون تجارت و صادرات کردن تا سایر کشورها، بنا به یه سری دلایل. اولش این که از نظر جغرافیایی به ما خیلی نزدیکن. ما حتی از نظر مذهبی و دینی هم با این کشورها نزدیک هستیم و به راحتی میتونن اینها به ما اعتماد بکنن، ما به راحتی میتونیم برای اینها بار بفرستیم. خیلی از اعراب امروز در ایران دوست، فامیل و یه آشنای ایرانی دارن. خیلی از استانهای غربی ما با عربی ها نسبت فامیلی دارن و از این جهت خیلی به درد ما میخوره برای اینکه بتونیم با این کشورها کار بکنیم. مرز زمینی که با این کشورهای عرب زبان وجود داره، امروز تجارت و صادرات برای ایران و به این کشورها خیلی راحت‌تر کرده نسبت به سایر نقاط دنیا. اینی که ما از نظر دینی، مذهبی و فرهنگی به هم نزدیک‌تر هستیم نسبت به سایر کشورهای دنیا، باعث شده که بتونیم با اینها راحت‌تر ارتباط برقرار بکنیم، اعتمادسازی بیشتری برای ما داره. جامعه آماری قابل توجه و زیادی در این کشورها هستش. ما یه چیزی هلوش 360 میلیون نفر جمعیت و بیشتر در 22 کشور عرب زبان داریم که مصرفگرای صرف هستن و تولیدی ندارن و توجه چندانی به تولید ندارن. ارزش پولشون هم نسبت به ما، نسبت به ریال خیلی بالاتره. تقریبا میشه گفتش که امروز هر کشور عربی که شما نام ببرید چند برابر ریال یا تومان ما ارزش پول داره و این باعث میشه که قیمت کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر رقبایی که روی صادرات به این کشورها تمرکز کردن بسیار پایین‌تر باشه و ما فقط باید سعی کنیم، تلاش بکنیم و خودمون رو برند بکنیم و راه ارتباطیمون رو در اختیار کشورهای عرب زبان قرار بدیم تا تجار و مصرف کننده های این کشورها با ما ارتباط بگیرن. راجع به کار با کشورهای عربی صحبت کردیم، مزایاش رو گفتیم خدمتتون. در ادامه میخوایم بپردازیم به این که برای کشورهای عربی چه محصولاتی مناسب تر هستن. ببینید، این کشورهای کاملا خشک، بی آب و علف، کشورهایی که تقریبا میشه گفتش که هیچ محصول کشاورزی ندارن یا اگر دارن خیلی کمه. محصولات باقی، محصولات کشاورزی و در کل صنایع غذایی که فراوری این محصول باقی کشاورزی هست در این کشورها مصرف بسیار بالایی داره. اگر بخوایم
کلی صحبت بکنیم، مواد غذایی و محصولات باغی کشاورزی توی یک دسته میتونیم قرار بدیم، اما هر کدوم از اینها دسته ها و زیر دسته های زیادی دارن. به عنوان مثال در بحث میوه ها، ما استان های جنوبی کشور ما و جنوب غربی کشور ما میتونن به راحتی به کشورهای عرب زبان انواع میوه ها رو صادر بکنن. ما داریم از دوستانی که میگن ما در حالا کشور و در استانهای جنوبی کشور هستیم و میتونیم محصول فلان فلان میوه فلان سبزیجات رو میتونیم تأمین بکنیم. سبزیجات خشک بسیار محصولات خوبی هستن، خود سبزی میوه ها بسیار محصول خوبی برای صادرات به کشورهای عرب زبان هستن. در بحث مواد غذایی، ما اگر بیایم سراغ محصولات فرآوری شده مثل رب ها، مثل انواع سس گوجه فرنگی، مثل انواع حالا مواد غذایی فرآوری شده مثل میوه های خشک، مثل کنسرویجات، کنسرو های غیر گوشتی و کنسرو های گوشتی و محصولات مختلفی که تو این زمینه هست، در بحث مواد غذایی میتونه به ما بسیار کمک های شایانی بکنه در بحث صادرات. در بحث محصولات صنعتی، ما محصولات بسیار زیادی داریم که کارخونه هایی دارن اینها رو فرآوری میکنن، هم از محصولات پتروشیمی، محصولات حالا محصولات صنعتی متنوع مثل رنگ ها، مثل حالا کفپوش ها، مثل انواع ماشینات صنعتی و غیره، که اینها میتونن محصول بسیار خوبی باشن برای این کشورها. چون عرض کردم خدمتتون اینها کشورهایی هستن که همشون پولدارن، در حال توسعه هستن و سعی میکنن که محصول بسیار با کیفیت و محصول خوبی رو خریداری بکنن. اگر ما بتونیم خودمون رو در این محصولات در مسیر خرید تجار و مصرف کننده های کشورهای عرب زبان قرار بدیم، به راحتی میتونیم بفروشیم. صنایع دستی یکی از محصولات پرمصرف در این کشورها هست. به عنوان مثال، ما در زنجان انواع ظروف مسی رو داریم، در شهرهای مختلف صنایع مختلفی رو داریم، در کرمان مثلا ما پتر رو داریم و محصولات مختلف که اینها در کشورهای عرب زبان با توجه به اینکه از نظر فرهنگی به ما نزدیک هستن طرفدارهای بسیار زیادی داره و میتونیم با برندسازی روی این محصولات پولهای خوبی از کشورهای عربی در بیاریم. بحث سوغاتی ها رو ما داریم، انواع شیرینیجات، انواع سوغاتی های شهرهای مختلف ایران. شما اگر در قم باشید، سوهان قم، در اصفهان باشید، جز، سوهانگزی، پولکی، در کرمان باشید، انواع حالا کلمپه ها و موارد مختلف، انواع شیرینیجات به عنوان مثلا کلوچه فومن در استان حالا استان گیلان و شهرهای مختلف، هر شهری معمولا یه سوغاتی داره، شکر پنیر، انواع نقل ها، انواع شیرینیجاتی که توسط اعراب استفاده میشن و در کشور ما به وفور دارن تولید میشن این محصولات و فرآوریشون خیلی هزینه خاصی نداره و قیمت بسیار مناسبی داره با توجه به این که ارزش پول ما خیلی پایین تر از پول کشورهای عربی هست. اینها محصولات بسیار بسیار خوبی هستن. میتونید روی این محصولات فکر بکنید، ببینید چی در شهر شما تولید میشه، چه صنایع دستی شهر شما داره که میتونه مورد توجه اعراب باشه، چه سوغاتی در کشور و شهر شما تولید میشه. در بحث محصول صنعتی میتونید شبکه صنعتی شهرستان و استان خودتون رو بررسی بکنید و ببینید چه محصولی داره تولید میشه که میشه اینها رو صادر کرد، مخصوصا به کشورهای عرب زبان. و بحث مواد غذایی، انواع کیک و کلوچه، اینها رو بررسی بکنید، ببینید میتونید تأمین بکنید. در بحث انتخاب محصول از مشاورین ما کمک بگیرید و انتخاب محصول خوبی رو داشته باشید. خب ببینید، ما در این اسلاید اومدیم یه تصویر رو قرار دادیم که خب این تصویر خیلی کوچیکه، خیلی نمیشه روش نظر داد، در خیلی نمیشه دید این محصول رو که چی هست. این عکس رو اصلاحی میکنم، اما در کل ما اومدیم یه طیفی از محصولات که مورد نیاز کشورهای عرب زبان و به ویژه کشورهای خاورمیانه هست رو آماده کردیم و راجبش صحبت خواهیم کرد در این جلسه به صورت مختصر، چون صحبت روی این محصولات و روی این بازارها خیلی زیاد و خیلی پیچیده و گسترده هست که در یک جلسه نمیشه به اینها پرداخت و ریزش رو بررسی کرد. اما در کل میتونیم
روش صحبت بکنیم، یه سری شما گزینه ها براتون به وجود میاد برای اینکه بتونید انتخاب محصول خوبی داشته باشید و بتونید تجارت موفقی رو تجربه بکنید. فقط من مجبورم چون این عکس خیلی کوچیک هست و دوستان ما در قرارداد این عکس دقت لازم رو نداشتن، عکس خیلی کوچیک افتاده، من مجبورم سایت اصلی رو باز بکنم و از روی اون سایت براتون بیام این رو شرح بدم. و اگر بخوایم این محصولات رو بخوایم نام ببریم به صورت کلی، ما میتونیم به انواع مواد اولیه تولید پلاستیک از پلی‌اتیلن، پپر، پلی‌پروپیلن و مواد دیگه اشاره بکنیم که بسیار بسیار محصولات خوبی هستن، اما برای شخصش اینها رو باید دیدیم، برای هر کسی خوب نیست، برای یه عده میتونه خوب باشه، برای یه عده هم میتونه محصول بدی باشه. برای این حتما شما نیاید روی محصولات کار بکنید و تمرکزتون رو نذارید روی اینکه حتما بیاید این محصولاتی که من خدمتتون میگم از به عنوان محصول پتروشیمی به عنوان ماده اولیه تولید پلاستیک از اینها استفاده بکنید. یه سری محصولات هست مثل محصولاتی مثل چینی توالت فرنگی، مثل شیرالات، مثل لوازمی که لوازم بهداشتی ساختمان و منازل و سرویس های بهداشتی که محصولات فوق العاده خوبی هستن و پتانسیل صادراتی عالی دارن و میتونن برای ما ارزاوری خوبی داشته باشن. انواع پلاستیک ها، اهم از پلاستیک هایی که به صورت شیت یا ورقه ای هستن مثل نایلون ها، نایلکس ها، سفره های یک بار مصرف، مثل انواع ورق های پپه، مثل انواع نایلون های شیرینگ و محصولات مختلف از این دست ورق ها و فیلم های پلاستیکی، یه سری پلاستیک های فشرده مثل سد، سبد، گلدون و محصولات مختلف پلاستیکی فشرده هستن که اینها بسیار مورد توجه هستن در کشورهای عرب زبان و در بحث صادرات میشه روی اینها تمرکز قابل توجهی داشت. بحث رب گوجه فرنگی رو ما داریم اینجا. رب گوجه فرنگی محصول بسیار خوبی هست، محصول بسیار عالی هست رب گوجه فرنگی که در این کشورها استفاده میشه و میتونه به درد ما بخوره در بحث صادراتی. خود گوجه فرنگی تازه، آب گوجه فرنگی، پودر گوجه فرنگی، اینها محصولات عالی هستن. سیب زمینی محصول خوبی هست، پیاز محصول بسیار بسیار عالی هست در بحث حالا مواد غذایی و محصولات کشاورزی. بحث ما لبنیات رو داریم، دوغ، پنیر، کره و محصولات مختلفی رو ما میتونیم در بحث کشورهای عربی بیایم روشون کار بکنیم و بررسی بکنیم و بتونیم فروش موفقی رو تجربه بکنیم. ببینید محصول زیاده، حالا درسته این عکس خیلی کوچیک هست و شما کامل نمیتونید بررسی بکنید، اما این محصولات زیادی رو ما میتونیم توی همین تصویر ببینیم که میشه با یک برندسازی خوب روی اینها بیایم و جایگاه‌هاشو بگیریم و بتونیم روی صادراتش بیایم فعالیت بکنیم. اگر دوستانی هستن که تمایل دارن در بحث کشورهای عرب زبان بیان و فعالیت بکنن، میتونن بعد از کلاس، میتونن فردا و هر روزی که خواستن با بنده و یا سایر مشاورین را در این ارتباط بگیرن و صحبت‌هاشون رو انجام بدن و بشنون و کمک بگیرن برای اینکه صادراتشون رو استارت بزنن. کسانی که این عکس رو میخوان میتونن در تلگرام به بنده پیام بدن و بنده این عکس رو براشون ارسال میکنم که حالا شاید به دردتون بخوره، اما این عکس به تنهایی به دردتون نمیخوره، حتما نیازه که مشاورش رو بگیرید از یکی از مشاورین ما. اگر سوالی دارید بنده در خدمتتون هستم. خانم صالحینیا میخواید صحبت بکنید، دستتون رو بالا گرفتین. اگر میخواید صحبت بکنید من دستتون رو آره دستتون رو بردید پایین. خب اسم فرمی من نوروزی هستم، مشاور آرمانی. اینه که دوست داری که میخواید اسم فرمی رو بنده رو بدونم، شماره رو من براتون می‌نویسم. اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم. استاد چرمانی کلاس دارن، حالا کلاساشون بعدا برنامهش مشخص میشه. رنگ های صنعتی محصول بسیار خوبی هستند که علاوه بر کشورهای عربی در کشورهای دیگه هم کاربرد دارن.
چه سایتی بود؟ زون سایت ما اسمش هم بگم، شما از سایت ها خیلی متوجه نمیشید، متوجه این که حالا چه جوری کار بکنید متوجه نمیشید. آجر نسوز محصول خوبیه. یکی یکی الان میخواید محصول بگید، محصولاتی که هر محصولی که میخواید کار بکنید رو میتونید برای یکی از مشاورین و من در خدمتتون هستم میتونید بفرستید، بررسی میکنیم براتون، نقاط قوت و ضعفش رو خدمتتون میگیم و میتونید استارت کار رو بزنید. پوشاک محصول خوبی هست، اما باید ببینیم چه نوع پوشاکی مد نظرتونه. هر نوع پوشاکی نه. لباس یک با مصرف بیمارستانی، خود پارچه یک با مصرف بیمارستانی یا به عبارتی همون اسپانبان محصولات بسیار خوبی هستن. تیشرت ببینید، باید بررسی بکنیم. بعد اینجوری نیستش که یکی یکی شما بپرسید که چه محصولی. بله، از مربایان هم استقبال دارن. کلا هر نوع کنسرویجاتی که شما داشته باشید رو میتونید به کشورهای عربی ارسال بکنید. ظروف یک بار مصرف محصول خوبیه، اما چه نوع ظرف یک بار مصرفی؟ بعضی از ظروف یک بار مصرفی که در خارج از ایران استفاده میشه در ایران تولید نمیشه. شما باید ببینید چی رو، چه نوع ظرف یک بار مصرفی رو تأمین دارید. باید بررسی بکنید. به همین راحتی نمیشه گفتش که ظروف یک بار مصرف محصول خوبیه یا بدی. اما در کل برای بازار داخل محصول خوبی هست. ما همین الان داریم کسانی که در بازار داخل دارن روی ظروف یک بار مصرف کار میکنن و نتیجه گرفتن. ببینید، زعفران یکی از محصولاتی که در کشورهای عربی داره استفاده میشه. توی این تصویر ما هم اگر ببینید، زعفران، سافرون، اون قسمت سبز رنگ نیکندم روش زوم کردم، داره زعفران داره و مصرف میکنم. اما اینی که شما بیاید روی زعفران کار بکنید یا نکنید بستگی به میزان سرمایه که برای برندسازیش روز اول میخواید هزینه بکنید داره و اینکه آیا ما توصیه میکنیم شما رو به این محصول یا نه. در کل ما روی زعفران شما رو توصیه نمیکنیم، چون رقبای بسیار بزرگی داره و علاوه بر ایران خود کشور اسپانیا هم رقیب بسیار بزرگی برای شما هست. ما خیلی روی زعفران توصیه ای نداریم. محصولات خیلی زیادی هستن که شما میتونید به روی اون محصولات کار بکنید. محصول صنعتی بسیار زیادی امروز داره تو ایران تولید میشه و شما میتونید پولهای خوبی از اینها در بیارید تا اینکه بیاید رو زعفران کار بکنید. محصولی قیمت جهانیش مشخصه، رقبای خیلی قدر قدرت و زیادی داره و شما سود چندانی روی این محصول نخواهید داشت. اینی که توی صادرات چه قیمتی باید بدید محصول رو، یا اینکه آیا با همون قیمت داخل باید بفروشید یا نه، اینجوری نیستش. ببینید، در بازارهای صادراتی قیمت‌های ما خیلی پایینه. خب لزوما ما قیمتی که توی ایران داریم رو به مشتری‌هامون ارائه نمی‌کنیم. معمولاً با یه عددی بالاتر ارائه می‌کنیم که سود بیشتری بکنیم. در بحث قیمت دادن به مشتری صادراتی بارها و بارها صحبت کردیم. شما ابتداءً یا قیمت رو می‌دونید، متوسط قیمت محصول در کشور حالا مقصد رو، یا نمیدونید. اگر میدونید یه چیزی پایین تر از اون قیمت ارائه میکنید که مشتریتون خرید بکنه. اگر هم نمیدونید میتونید 1% ابتدا، مثلا 20% رو قیمت ایران اضافه بکنید، تبدیل بکنید به قیمت حالا دلار میخواد، دینار میخواد، هم به هر واحد پولی که میخواد به اون واحد پول تبدیل بکنید، بهش قیمت بدید. اگر خرید کردید قیمت شما خوب بوده، انقدر این قیمت رو افزایش میدید، انقدر افزایش میدید تا یه جایی مشتری بگه آقا چه خبره، من اون پایین‌تر از این دارم. اونجا استوب میزنید یا میاد یه خورده پایین‌تر که مشتری هاتون رو از دست ندید. در کل قیمت هر محصول شما روش دست بذارید، قیمت ایران نسبت به سایر رقبا خیلی خیلی پایین‌تره. خب بریم سراغ ادامه کلاسمون. سوالاتتون رو نگه دارید برای آخر حالا جلسه صحبت می‌کنیم راجع بهش. برای اینکه به کشورهای عرب زبان صادرات بکنید، شما نیازه که بیاید یه سری کارها انجام بدید. راجع به اون می‌خوایم صحبت بکنیم. ابتدا شما باید سایت‌های برندینگی فارسی داشته باشید. ببینید، همین الان یه عده از اعراب هستن که گفتم خدمتتون، یه سری دوست‌ها، فامیل، آشنا در ایران دارن و اگر بخوان محصولی رو از ایران بخرن، به این دوستان و آشنایانشون میگن که براشون این محصول رو در ایران پیدا بکنن. خب این دوستان، آشنایان و واسطه ها میان سرچ فارسی انجام میدن. یه عده از خود اعراب هستن در خارج از ایران که اینها
فارسی بلد هستن، یا حداقل در حد خوندن و نوشتن یا صحبت کردن ابتدایی بلد هستن، اینها هم فارسی سرچ میکنن. و یا یه دست ایرانی هایی هستن که مقیم کشورهای عرب زبان هستن، حالا ممکنه اونجا خودشون مصرف کننده هستن، توی شرکتی کار میکنن یا خودشون شرکت دارن، یا بین ایران و اون کشور دارن یه نوع تجارت رو انجام میدن و اینها میتونن با سرچ فارسی شما رو پیدا بکنن و باهاتون ارتباط بگیرن و خریدهاشون رو انجام بدن. اما در بحث کشورهای عربی ما توصیه میکنیم شما رو که حتما از سایت های برندینگ عربی استفاده بکنید، چون خیلی از اعراب حتی اگر به این نکته هم واقف باشن که این محصول رو باید خارج از ایران خریداری بکنن، دنبال کسانی هستن که این محصول رو در کشور خودشون تأمین بکنن، یعنی شرکت های واسط یا تاجری که از ایران یا سایر کشورها این محصول رو خرید میکنن و در کشور عرب زبان به فروش میرسونن. ما باید روی برندینگ عربی تمرکز داشته باشیم و خیلی ها هم هستن که واقعا نمیدونن که این محصول در کدوم کشور تولید میشه، یا حتی نمیدونن که این محصول در کشور خودشون هست یا نه، یا زبانی به غیر از زبان عربی بلد نیستن، اینها هم عربی سرچ میکنن. ما باید روی برندسازی عربیمون کار بکنیم، سایت های برندینگ عربی رو داشته باشیم. اما اگر بخوایم در بحث صادرات بیایم وارد بشیم، باید توجه داشته باشیم که تجار حرفه‌ای همشون انگلیسی سرچ میکنن. یعنی اگر ما بخوایم بیایم فقط روی برندسازی فارسی و عربیمون بیایم تمرکز بکنیم و فکری به حال برندسازی انگلیسی برای صادرات به کشور عرب زبان نداشته باشیم، خب یه عده از مشتریان خوبمون رو از دست میدیم، یه عده از مشتری‌های حرفه‌ایمون رو از دست میدیم. بزرگترین تجار عرب انگلیسی بلد هستن، انگلیسی جستجو میکنن و خیلی هاشون میدونن که این محصول رو در کشور خودشون نمیتونن تأمین بکنن، برای همین انگلیسی جستجو میکنن. ما باید فکری به حال برندسازی انگلیسیمون داشته باشیم، سایت های برندینگ انگلیسی داشته باشیم. خب ما راجع به سایت هامون صحبت کردیم، سایت ها به ما یه سری مشتری هایی میدن، مشتری های دائمی، مشتری هایی که هر وقت بخوان ما رو پیدا بکنن به راحتی با یک جستجو ما رو پیدا میکنن. اما یه سری از مشتری های ما مشتری هایی هستن که در شبکه های اجتماعی هستن، یا کسانی هستن که هنوز با ما آشنا نشدن، هنوز ما برندمون انقدر قوی نیست، هنوز خودمون رو نتونستیم قوی نشون بدیم در بحث تأمین و صادرات محصولاتمون و مشتریانمون نتونستن طریق سرچ انجین یا جستجو در موتورهای جستجوگر ما رو پیدا بکنن. اینها طریق شبکه‌های اجتماعی با ما میتونن ارتباط داشته باشن و آشنا بشن. برای همین ما باید فعالیت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. آراد بنین به شما توصیه میکنه که روی حداقل 5 شبکه اجتماعی اصلی کار بکنید، پست گذاری بکنید، بیاید هشتگ گذاری بکنید و مشتریاتون رو پیدا بکنید و باهاشون ارتباط بگیرید. در واقع مشتری هاتون شما رو پیدا میکنن، با شما ارتباط میگیرن و باهاشون مذاکره بکنید و این مشتری ها رو تبدیل به پول بکنید. سایت ویترینی، ما دو تا تعریف داریم برای سایت هامون در آراب برندینگ، سایت برندینگی و سایت ویترینی. سایت های برندینگی ما سایت هایی هستن که کاملا تبلیغاتی هستن، ما تو این سایت ها مقاله نویسی میکنیم، تولید محتوا میکنیم و کاری میکنیم که مشتریان ما رو با سرچ انجین پیدا بکنن. اما سایت ویترینی چیه؟ سایت ویترینی در واقع همون ویترین کار ماست، سایتیه که برای ما اعتماد میاره، سایتیه که مشتری با ورود به این سایت ما رو بیشتر میشناسه، به ما بیشتر اعتماد میکنه، محصولاتی که داریم رو میبینه و خریدش رو انجام میده. به عنوان مثال ممکنه شما بیاید و انواع کنسرویجات رو بیاید راجبش بخواید فعالیت بکنید، چون میتونید کل کنسرویجات به عنوان مثال 10 نوع کنسروتون رو بیاید براش برندسازی بکنید طریق سایت های برندینگیتون و بخواید بفروشید. اما توجه بکنید که هزینه بسیار بالایی رو باید صرف بکنید که روی 10 تا یا چند تا محصول برند بشید، اما میتونید روی یه محصول برندسازیتون انجام بدید و در سایت ویترینیتون محصول دیگه‌تون رو قرار بدید، مشتری از طریق
یک جستجو برای خرید یک محصول وارد سایت شما میشه و از اونجا وارد سایت ویترینیتون میشه و سایر محصولتون رو میبینه و همونجا این شانس رو شما دارید که محصول دیگه‌تون رو بفروشید یا این مشتری شما رو به کسانی دیگه معرفی بکنه یا بعداً که خواست محصول دیگه رو خرید بکنه شما رو چون تولید کننده و تامین کننده محصول دیده به شما مجدد مراجعه بکنه و داشتن سایت برندینگی در کنار سایت ویترینی بهتون کمک میکنه و بهتون اعتماد براتون میاره. صحبت های من تا اینجا کافی، ما بقیه سوالاتتون رو میتونیم حالا میتونید بپرسید و راجبش صحبت بکنید تا زمانی که در کلاس هستیم. اسم سایت رو پرسید، سایت ترید مپ هستش. حالا خیلی فکر نمیکنم به درتون بخوره چون شما حتما باید اکانت داشته باشید بتونید وارد این سایت بشید و اطلاعاتش رو استفاده بکنید. هر شب اطلاعاتی که بهتون میده اطلاعاتی نیستش که شما ازش بتونید استفاده خیلی خاصی بکنید، چون این اطلاعات باید فکر بشه، باید تحلیل بشه، وگرنه یه سری عدد ارقام خیلی نمیتونه به شما کمک بکنه. از نظر سیاسی چه شرایطی پیش اومده که نشه کار کرد؟ ببینید، ما وقتی داریم صادرات راجع به صادرات صحبت می‌کنیم، یعنی شما یه کالایی رو می‌فروشید، شما سیاستمدار نیستید، شما وزیر اقتصاد نیستید، شما وزیر نفت نیستید و مردم می‌خوان این محصول رو خرید بکنن. فرض کنم شما امروز می‌خواید رب بفروشید، ربی که شما دارید کیفیت بالایی داره، قیمت پایین نسبت به سایر رقبا داره و کسی که میخواد این رب از شما بخره یک تاجر هست و فقط به پول فکر میکنه، به این فکر میکنه که شما آیا میتونید براش تأمین بکنید، آیا کیفیت خوب و قیمت مناسبی بهش میدید یا خیر، با شرایط اقتصادی شما، با شرایط سیاسی شما کاری نداره و پول رو هم همه به صورت حالا از طریق صراف میتونید از مشتریاتون بگیرید و اصلا مسئله ای هم نیستش. خوب، سوال بعدی، شما اگر بخواید استارت کارتون رو بزنید، ما بهتون میگیم که قیمت اجناس در کشورهای، حالا با آنالیز هایی که داریم، با آماری که از گمرکات کشور مختلف داریم میگیریم، بهتون میگیم که این محصول شما به عنوان مثال همون رو به گوجه فرنگی در کشور امارات مثلا با چه قیمتی داره خرید میشه، در کشور مختلف داره با چه قیمتی، متوسط قیمتش رو البته، خرید میشه و اصلا نیازی هم نیست به اینکه شما روز اول بدونید که تو اون کشور به چه قیمتی داره این محصول خرید میشه، چون راه دومی بهتون دادم، یک راه ریل و یک راهی که تست شده. شما میتونید با اضافه کردن قیمت به اضافه کردن قیمت محصول در ایران و تبدیل کردن به واحد پولی کشور مقصدتون، میتونید این قیمت رو به دست بیارید که آخرش چه قیمتی بدید مشتری میخره ازتون. برای که محصولی رو وارداتش رو که ما کار نمی‌کنیم، اما صادراتش رو بخواید تحلیل بکنید، میتونید از مشاورین ما کمک بگیرید. این رو خدمتتون بگم، شما اگر نخواهید شروع به کار بکنید، نخواهید استارت صادرات بزنید، ته این تحلیل‌ها رو هم بلد باشید، هیچ کمکی بهتون نمی‌کنه. اما اگر واقعا شما هدفتون اینه که کار رو شروع بکنید، واقعا هدفتون اینه که یه محصول انتخاب بکنید، بیاید برندسازی بکنید، راجبش آموزش ببینید که چطور صادرات بکنید، من بهتون توصیه میکنم 5 محصول حتی اکثر انتخاب بکنید، 20 25 تا 30 تا محصول انتخاب نکنید. 5 تا محصول رو بر اساس 2 تا پارامتر، ما راجع به انتخاب محصول صحبت کردیم، یکی علاقه، دوم تأمینی که میتونید داشته باشید، 2 تا پارامتر، 5 تا محصول رو بر اساس این 2 تا پارامتر انتخاب بکنید، برای یکی از مشاورین ما بفرستید، برای خود بنده میتونید بفرستید، بررسی میکنیم، براتون آنالیز میکنیم، بهترینش رو به شما پیشنهاد میدیم و اون موقع میتونید استارت کارتون رو بزنید و صادراتتون ان شاءالله شروع بشه و به درآمدهای خوب برسید. سوال پرسیدن که چطور میشه تقاضای محصولمون رو برای جهان آنالیز کنیم. مثلا یه چیزی رو هم من داشته باشید، شما هر محصولی داشته باشید اون محصول در کل دنیا استفاده داره، پس تقاضا براش هست. این نیستش که شما دست رو یک محصولی بذارید اون محصول تو کشورهای محدودی استفاده بشه. اما راهکار رو خدمتتون دادم، میتونید با یکی از مشاورین ارتباط بگیرید، لیست 5 محصول مد نظرتون رو که هر کدوم از این محصولات رو ما بهتون تایید بدیم، شما قصد داشته باشید که استارت کار بزنید، این لیست رو برای ما بفرستیم، ما براتون بررسی میکنیم، آنالیز میکنیم، پارامتراش رو بهتون میگیم،
و کمکتون میکنیم که استارت کار رو بزنید. رنگ‌های صنعتی فرمودن که رقبای اروپایی در بر صادرات به کشور عربی و آیا میشه رو کار کرد یا نه؟ چرا نشه؟ شما هر محصولی رو انتخاب بکنید امروزه یه سری رقبا خواهید داشت. شما در واقع محصول بی‌رقیب اصلا پیدا نمی‌کنید. اما باید بیایید ببینید که شما با چه قیمتی دارید محصول رو تأمین می‌کنید و روی اون قیمتتون رو شرایط رقابتیتون بیاید با روی مزایای رقابتیتون با مشتری با مشتریاتون صحبت بکنید و اینها رو قانع بکنید که از شما خرید بکنن. بله اروپا هم رنگ داره، رنگ‌های بسیار با کیفیت با قیمت‌های بسیار بالا دارن تولید می‌کنن و همه کشورهای عربی تمایل ندارن که برای این محصولات پول بدن و قرار هم نیست پول بدن. شما میتونید به راحتی کار بکنید و محصولتون رو بفروشید. قرار نیستش که ما به خود مثلا عربستان جنس بدیم، ما بیاییم مثلا به امارات جنس بدیم، به قطر جنس بدیم، به کشورهای تاپ عربی. هرچند اونها هم از ما خواهند خرید و میخرن. همین الان امارات دومی کشور وارد کننده کالاهای ایرانی در جهان هستش، پس داره اما میخره و ما رو قبول دارن به عنوان تولید کننده و تامین کننده این محصولات. نکته دومی که وجود داره، ما نسبت به اروپا به کشورهای عربی خیلی نزدیکتریم و به راحتی میتونیم براشون تامین بکنیم. اگر قرار محصول از اروپا بیاد به کشور عربی مثلا دو هفته طول بکشه، ما سه روزه به کشور عربی داریم جنس میدیم. برای همین خیلی راغبن که از ما خرید بکنن. پرسیدن که من دستگاه ساکشن رو سایت اتاق بازرگان تهران در 97 و تا حالا کشور صادرات نشده. خب ببین، اینی که از تا حالا از ایران صادرات نشده دلیل در این نیستش که این محصول رو نشه صادر کرد، چون تولید کننده ایرانی نرفته سراغ صادرات این. ببینید تا امروزی که من دارم خدمتتون صحبت میکنم هیچ تولید کننده ای نیومده به صورت پایه‌ای روی صادرات محصولش بیاد کار بکنه. کدوم تولید کننده رو میبینید که امروزه بتونه خودش رو برند بکنه و مشتریهاش باهاش ارتباط داشته باشن؟ دستگاه ساکشن محصول خیلی کوچیکیه، یه محصول پزشکیه، یک محصول هایته که برای این کارخونه مثل کاله نداره که بره توی عراق یه کارخونه بزنه، بره توی کشور دوم انبار بزنه. اینها کارگاه های کوچیکی هستن که محصول دارن تولید میکنن، پس از نظر مالی هم ضعیف هستن، نرفتن در کشور دیگه دفتر بگیرن، کارخونه بزنن، انبار بگیرن. برای همین طبیعیه که حتی تو خود اون کشورها هم کسی به این که بیاد این محصول از ایران بخره نیفتاده. اما آیا این صنعت پزشکی در کشورهای دیگه جا نیفتاده؟ هیچ کشور دستگاه ساکشن نمیخره؟ شما کوچکترین مطب‌های پزشکی رو در حالا کشورهای دیگه برید میبینید تجهیزات پزشکی رو خریداری کردن. از کجا خرید کردن؟ اینها بلند نمیشن بیان ایران بگردن دنبال سازنده، جستجو میکنن کدوم تولید کننده دستگاه ساکشن اومده خودش رو مطرح کرده، برندسازی کرده، بعد نفروخته. پس این دلیلی نمیشه که چون از ایران تا به حال صادر شده است شما نتونید صادر بکنید. میتونید به راحتی برندسازی بکنید. مشتریانی که در پی خرید کالای شما باشن، شما را در کنار رقبای دیگتون در سرچ هاشون میبینن، شما در کنار چینی ها میبینن، شما در کنار اروپایی ها خواهند دید. اما میتونن شما رو با اونها مقایسه بکنن، کیفیتتون رو، قیمتتون رو، و یه عده از مشتری ها از شما خرید میکنن قاعدتا. نکته ای که اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که شما اول باید با خودتون دو تا چهار تا بکنید و حساب بکنید که دنبال چقدر پول هستید. قرار نیستش که ما با همه مشتریانمون بفروشیم. اگر ما به همه مشتریانمون بفروشیم، خب دو روزه یه ماه میلیاردر شدیم رفته. ما ماهی یه دونه، دو ماهی یه دونه، ماهی برای محصولی که قیمتشون پایینه ماهی 3-4 تا، ما برای محصولی که مثلا اگر ما 1 تن ازش بفروشیم 50,000 دلار فروختیم، برای دنبال همین عددها هستیم در شروع کار. 50,000 دلار، 100,000 دلار، 200,000 دلار، شما قرار نیست 10,000,000 دلار بفروشید در هر ماه. عددهای کوچیکی که من دارم خدمتتون میگم وقتی تبدیل به ریال و تومان میشه عددهای فوق العاده و بالایی میشه. 50,000 دلار میشه هولوش 600-700 میلیون تومان که شما روی این هر چقدر هم سود پایینی داشته باشید عدد قابل توجه میشه در ماه. برای شروع کارتون این عددها عالی هستن. پس دنبال اینی که آیا ده از ایران صادر نشده و بهونه‌های این مدلی نباشید.
بیاید برندسازیتون رو بکنید، استارت کارتون رو بزنید، مشتری با شما ارتباط گرفت، به راحتی میتونید بفروشید. گفتن که گفتید بازار داخلی خوبه، سایت گرفتیم، این شد که خبری نیست، از کجا اومدیم بازار سایت؟ من شما رو خانم میرزایی نمیشناسمتون، کارتون رو بررسی نکردیم و اینی که شما اینجا میگید خبری نشد، همین خودش خبری نشد، یه متن اینجا نوشتید، یک جمله نوشتید، این از کجا معلوم این درست باشه یا نباشه؟ بعد باید ببینیم به کجای حرفای ما گوش کردید، اصلا انجام دادید حرفایی که ما در خدمتتون داریم، وگرنه یک سایت اصلا موسی نیستش که برای شما معجزه بکنه پولهای میلیونی در بیارید. اما اگر بیاید در همایشهای ما شرکت بکنید، جلسات روزهای پنجشنبه ما رو بیاید در دفتر مرکزی ما، خودتون میبینید که مثل شما خیلی ها هستن که نتیجه گرفتن، که بعضی به من میگن اسم ببرید کیا، من کدوم یکیشون رو براتون اسم ببرم؟ من چند نفر میتونم واقعا اسم ببرم براتون؟ بیاید ببینید، ما همیشه 600 نفر رو برگزار میکنیم، جلسات پنجشنبه ما بالای 200 نفر هر هفته میان، بیاید اینها رو ببینید، اگر واقعا نتیجه نگرفتم و بیکارم دارم میان، خب این یه حقیه، ولی کسی که داره میاد و نتیجه گرفته میتونه به شما کمک بکنه. قاعدتا 200 نفر نمیتونن پسر خاله دختر خاله بنده باشن که بیان سالن رو پر بکنن. ایجاد شبکه های اجتماعی، خب ایجاد شبکه اجتماعی که خب کار خاصی نداره، خیلی راحت میتونید برید ایجاد بکنید، اما اینکه چجوری پست گذاری بکنید، چجوری هشتگ گذاری بکنید، اینها توضیحش مفصله، شاید در جلسات آتی ما، حالا چون قراره کلاس هایی هم برگزار میشه، شاید راجع به اینها صحبت بکنیم. اما برای کسانی که میخوان سریعتر کارشون رو استارت بزنن و با ما کار بکنن و صفر تا صد کارشون رو به تیم فنی آراد برندینگ بسپرن، ما این کارها رو خودمون انجام میدیم. اگر راجع به سایت صحبت کردیم، ما سایت هاتون رو طراحی میکنیم، بالا میاریم، تولید محتوا میکنیم و کار میکنیم که مشتری به سمت شما بیاد. اگر راجع به شبکه اجتماعی صحبت کردیم، با خودمون شبکه اجتماعی رو ایجاد میکنیم، مدیریت میکنیم، پست گذاری میکنیم، هشتگ گذاری میکنیم و بهتون مشتری میدیم خودمون. اما اگر میخواید خودتون انجام بدید، خب خودتون آموزشاش هست، یه سری از آموزش سایت آراد برندینگ از قبل بوده و بعدا هم خب خواهد آمد، اما در کل میشه گفتش که میتونید از سایت های دیگه هم استفاده بکنید. اما اگر میخواید 100% نتیجه بگیرید و هر آن چیزی که ما داریم میگیم و سایتتون اعمال بشه، خب راهکارش اینه که بسپارید به تیم فنی ما که براتون کار انجام بدن، چون هیچ کسی به غیر از ما نمیتونه پلنی که خودمون داریم میگیم رو براتون اجرا بکنه و قاعدتا هر کسی هم این کار رو براتون انجام بده یه ضعف هایی خواهد داشت. من شماره رو پین کردم، دوستانی که تمایل دارن با بنده ارتباط بگیرن میتونن هر زمان که وقت کردن، هر زمان، الان، فردا، هر روزی که وقت داشتن، هر روزی که واقعا دلشون خواست، واقعا تصمیم گرفتن که بیان انتخاب محصول بکنن و وارد بازار بشن و تجارت رو استارت بزنن، چه حالا در کشورهای عربی، چه در بازار داخل، چه حالا در کشورهای دیگه، انگلیسی، روسیه، کشورهای حوزه آسیا، هر جایی که دوست داشتید محصول بفرستید، میتونید با بنده ارتباط بگیرید، مشاورتون رو بگیرید، انتخاب محصولتون رو انجام بدید و استارت کارتون رو بزنید. اگر سوال دیگه ای ندارید، کلاسمون رو تمام بکنیم و در خدمتتون خواهیم بود در جلسات آینده. خانم میرزایی، اگر واقعا مشکل دارید میتونید تماس بگیرید با بنده، ببینم چه کارهایی کردی و چه کارهایی قرار انجام بدی و بیای استارت کار بزنی. اما اینی که اومدی اینجا فقط یک ریال، شما 6 ماه اگر کار استارت صادراتی زدید، اگر داخلی زدید باید مشخص بکنید. در مورد کشور ازبکستان، حوزه کشور خوبیه، جز کشورهای حوزه CIS هست و بسیار کشور خوبی میتونه باشه برای کالاهای ایرانی، مقصد خوبیه، همین الان هم دارن مقصد خوبی رو میخرن و آمار وارداتشون از ایران همین الان هم خوبه. کلاسمون رو تموم میکنیم، دوستانی که سوال دارن میتونن تماس بگیرن و صحبتاشون رو مطرح بکنن. این خانم میرزایی هم که من نمیشناسمشون، اگر واقعا مشکل دارن میتونن ارتباط بگیرن.
خیلی وقتها ما میگیم استارت زدیم 6 ماه 1 سال 2 سال ما وارد تجارت شدیم، اما دریغ از یک ریالی که پول در نیاوردیم. باید ببینیم استارت زدید، آیا کار کردید، آیا تولید محتوا کردید تو سایت هاتون، آیا جایگاه دارید، مشتری دارید. در هر مرحله باید ما بررسی بکنیم که شما تا چه حدی پیش رفتید، چه کارهایی انجام دادید. اگر شما زنگخور دارید نمیفروشید یه بحثه، اگر زنگخور اصلا ندارید یه بحث دیگه است. حالا که زنگخور ندارید باید بررسی بکنیم اصلا کاری انجام دادید واقعا، تولید محتوا شده براتون، سفارش دادید یا سفارش تولید محتوا نه، یا قرار بود خود تولید محتوا انجام بدید، انجام دادید یا ندادید. بحثش متفاوته. دوستانی که حتی اگر مشکل دارن هم میتونن ارتباط بگیرم و ببینیم تا چه اندازه کار انجام دادید و با واحد فنی ما صحبت بکنید و به نتیجه برسید. خدا قوت، در خدمتتون هستیم. یا علی، تا جلسه آینده، خدا نگهدار.